بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت دوم لکچر دو بس و در لکچر اول معلومات را که ما خواندیم در مورد طریقه تطبیق دوا بود و در مورد از اینکه فهمیدیم کدام طریقه خوبتر است، کدام طریقه سریعتر تاثیر میکنه، کدام طریقه عوارضش کمتر است یا ضررش کمتر است، یعنی در مورد طریقه فهمی، در مورد طریقه آی وی آی ام، در مورد طریقه ها خوانده بودیم و در این لکچر هم از قسمت چی شروع میکنیم؟ از قسمت خود امی فارماکوکینتیک شروع میکنیم که در خب در قسمت گفتیم از فارماکوکینتیک شروع میکنیم. فارماکوکینتیک که در شروع درس ما شما دیده بودیم، گفتیم که فارماکوکینتیک و دینامیک دو بخش فارماکولوژی رو تقسیم کرده بودیم، باز گفتیم بعدا میخوانیم، که حالا از قسمت خود فارماکوکینتیک میخوانیم. فارماکوکینتیک چی است؟ فارماکینتیک مطالعه این است که ادویه چگونه داخل بدن شده، چگونه تعاملات را اجرا میکند و چگونه بدن را ترک میکند. خیلی در مورد از اینکه داخل شدن ادویه است، تعاملات یا متابولیسم ادویه است و اطراء ادویه بس میکنند. فارماکینتیک دیگه نشان دهنده آن است که بدن با ادویه چی میکند، یعنی همو هدفی که در اوجه خواندیم بدن با ادویه چی میکند، گفتیم بدن تشریح میکنه می است. مثلا بدن چی کار میکنه؟ دوا را میگیره، دوا را به بدن به تمام قسمت های بدن منتشر میسازد، دوا را جذب میکنه، دوا را متابولیسم میکنه، دوا را اطراح میکنه. خیلی همه کار بدن با او قسمت اجرا کرد. و دیگه گفتیم که چگونه دوا به نوعی مورد هدفشان میرسد، یعنی یک قسمتشان است که توزیع دوا است و فارماکینتیک میخوانیم که بعد دوا میه و داخل خون و تمام قسمت های بدن اینا چی میشدن توزیع شده میتونن. خب در اینجا هم ببینین در باره خود فارماکینتیک اینجا یک دیاگرام یا یک شکل را برای ما اینجا نشان دادن که اول در مورد چی گفت زده، در مورد جذب، یعنی چی گونه داخل بدن می شود، دوا چی گونه داخل بدن می شود. شما می بینید جا ادویه رو برای ما نشان داده، گفتم این ادویه چی گونه داخل بدن می شود. بعد از اینکه ادویه داخل بدن شده، در مورد توزیعشان گفت زده که این ادویه به کجا می رود و طریقه های انتقال دهنده آن چی است، یعنی ادویه چی گونه داخل بدن شده و اینا را کدام ناقلین ادویه را انتقال میدن. دیگه ببینین در مورد خود میتابولیزم گفتن، میتابولیزم چگونه همه دوایی را که ما اخذ کردیم به اجزای کوچک تجزیه میشن، یعنی دوایی را که ما اخذ کردیم چگونه به اجزای کوچک خود تجزیه میشود، از طریق کبد چی میشدن؟ میتابولیزم شدن. چرا؟ از طریق کبد یا میتابولیزم برای ما نشان داده، به خاطر از اینکه این دوا را از طریق فمی اورال گرفتیم. دوا که از طریق فمی اورال گرفته میشود، اینا داخل کبد میرن، قیفرس پس میتابولیزم عبور میکنه که قبلا خواندیم. و دیگه قسمت چهارمش یا مرحله بعدیشان که هستن، حالا دوا به بدن رفته، میتابولیزم شده، دوا منتشر شده، یعنی به نواحی اساسی خود رسیده، تاثیرات خود وارد کردن و مرحله دیگه مرحله دیگه مرحله اطراء دوا است، یعنی چگونه دوا از بدن اطراء میشوند. خیلی مراحل اساسیش بود که چند مرحله اینو تقسیم شد و این مراحل همه از فارماکوکینتیک، یعنی مراحل چیره با ما در این تصویر نشان داد، مراحل دیره که فارماکوکینتیک شامل کدام مراحل شده، یعنی بدن با دوا چی میکنه، چگونه جذب میکنه، چگونه توزیع میکنه و از کدام طریقه های اطراح میکنه، که بعدا در مورد طریقه های اطراحش هم میخوانیم. خب در اینجا هم شما ببینین در مرحله اول در مورد ابزوربشن یعنی جذب دوا گفت زدن، که جذب دوا رو شما ببینین در این تصویر، مرحله است که ادویه از ناحیه تطبیق شده، از هر ناحیه که تطبیق شده، مثلا طریق فمی بود، طریق زرقی بود، به دوران خون انتقال کند. توزیع چی است؟ عبارت از توزیع دوا به دوران خون است، یعنی حال دوا به دوران خون به گردش میه یا به حرکت میه یا منتشر میشن. میتابولیزمشان رو ببینین، میتابولیزم شما ببینین عبارت از پروسه تبدیل شدن ادویه به اجزای کیمیاوی و اجزای کوچک آن میباشد، یعنی در میتابولیزم دوا به اجزای کیمیاوی و اجزای کوچک یعنی پارچه شده و به اجزای خرد خود حال دوا چی میشن؟ تقسیم میشدن. اکسکریشن یا اطرا عبارت از یای غیر قابل تعویض ادویه به خارج عضویت میباشن، یعنی مرحله آخری که دوا باید اطرا شوند
و دوا مواد مثلا ضروری و اساسیشان در ناحیه تاثیرات خود وارد کرده، حال دیگه ضرورت نیست که دوا در بدن باقی بانه، دوا باید اطراح شود. یا مثلا دوایی که در بعض قسمت ها ضروری نیست، مثلا دوا مقدار بیشتر گرفتیم دوا باید اطراح شود، یا متاثیرات خود در ناحیه خاص وارد کرده، در ناحیه دیگه که دوا است حالا دوا چی میشن، از خود بدن اطراح شده و خارج میشن. که این پروسه را به نام ADME پروسس هم یاد میکنن، یعنی ADME از حرفای اولش اینا گرفتن. ببینید این قسمت absorption هستن، distribution یا توزیع هستن، metabolism هستن و excretion یا اطراح میباشن. بعد این شکل دیگه هم در مورد ADME پروسس گپ زدن. ADME پروسس را سعی کنیم که خصوصیات هر قسمت ایجا نشان دادن، که مثلا اول در مورد خود مثلا جذب دوا گپ میزنیم که دوا جذب میشن، میتابولیزم دوا را شما ببینین که ایجا گفته که توسط سایتوکرین P450 یعنی در مورد انزایم های کبدی گپ زدن، دیستریبیوشن دوا را گپ زدن یعنی توزیع دوا که دوا گرفته میشه توزیع میشن به داخل پلازما پروتین ها یعنی به داخل دوران خون توزیع شدن، و دیگه شما میبینین که اکسکریشن دوا را گپ زدن یا اطراح دوا. خب جذب ادویه چیست؟ حالا مو اصطلاحات را که قبلا عمومی خواندیم، حالا دانه دانه هر کدامشان را میخوانیم که در مورد ابزوربشن یا جذب گفتن. جذب ادویه بیانگر آن است که نشان میدهد دوا چگونه از ناحیه تطبیق به ناحیه جذب رسیده است، یعنی در اینجا نشان داده که دوا چگونه از اون ناحیه تطبیق به ناحیه جذبشان میرسند. مثلا چگونه دوا به داخل خون رسید، یا مثلا پلازما یا سیروم چگونه رسیده است، که این درباره خود چی بودن؟ جذب بود. جذب میگن اولین مرحله ای که دوا به ناحیه مورد هدف میرسد و عملی جذب است. خیلی اولین مرحله ای که دوا به ناحیه مورد هدف یا ناحیه که متاثر یا تاثیر میکنه خود عملیه چی بودن؟ جذب هستن. خیلی جذب دوا را به ناحیه ضروری یا ناحیه اساسی که بود رساندن. خب دیجا ببینین در این شکل برای ما نشان دادن قبل از مراحل جذب، مراحل دوا چگونه تا به جذب میرسن. اول دیجا ببینین این را ما تقسیم کردیم، گفتیم مرحله تجدید دوا، مرحله انحلال دوا و بالاخره مرحله جذب دوا است. یعنی یک دوا را که ما میگیریم تا که جذب شوه چند پروسه ها را سپری میکند. اول ببینین یک تابلت مثلا هستن، این دوا به شکل چی بودن؟ به شکل جامد بود. این قسمت ببینین یک سایشان پارچه پارچه شده، یعنی دوا به اجزای کوچک تبدیل می شود، که این مربوط مرحله انحلال دوا است شامل ساختن، و می شکل یک قسمت مربوط تجزیه دوا است، و بالاخره دوا به شکل محلول تبدیل شده. یعنی دوا را که ما عکس کردیم این داخل بدن به شکل محلول بالاخره چی شدن؟ تبدیل شد. و در آخرشان هم ببینین دوا به داخل بدن قرار گرفت، یا دوا به داخل بدن جذب شد، یعنی به داخل دوران خون اینال دوا چی میشن؟ جذب میشد. یعنی یک دوا یا یک تابلت را که ما میگیریم اول پارچه میشه، بعد از اون مایع یا به شکل محلول تبدیل میشه، و بالاخره همون دوا به داخل بدن جذب میشد. میکانیزم های جذب دوا، خب جذب دوا را خواندیم، مال میکانیزم هایشان را میخوانیم که خیلی همین دوایی را که ما گفتیم جذب میشه کدام، به اساس کدام میکانیزم باید اینا جذب شون. خب اول ببینین انتقال مواد از طریق غشای حجروی به واسطه یکی از طریقه های ذیل صورت میگیرد. انتقال مواد یا انتقال دوا از طریق همین غشای حجروی با یکی از طریقه های ذیل صورت میگیرد، یعنی یکی از طریقه ها سبب میشد که دوا به ناحیه از غشای حجروی یعنی که عبور کند و به ناحیه که ضروری است جذب شوند. اول ببینیم سیمپل دیفیوژن ما گپ میزنیم، یا پاسیف دیفیوژن گفتیم، دیگه هم در مورد از اکتیو ترانسپورت گفتیم، فسیلیتیتی دیفیوژن گفتیم، پینوسایتوزیس گفتیم. این طریقه هایی هستن که دوا جذب بدن شده میتونن. خب اول میکانیزم های جذب دوا را شما ببینین در قسمت میکانیزم های جذب دوا، اول در مورد پاسیف دیفیوژن یا انتشار ساده گپ میزنیم.
خب انتشار ساده، انتشار ساده یا پسیو دیفیوژن، خب قبلا هم معلومات داریم که بر اساس چی صورت میگیره؟ بر اساس غلظت. خب اینجا گفتن که مقدار زیاد ادویه از این طریق جذب میشن. خب مقدار زیاد ادویه جذب میشن چرا؟ اینکه اینا طریقای ساده است، مصرف انرژی ندارن و اکثرا و اساسشون بر اساس جذب غلظت مواد است. انتشار ساده و اساس غلظت مواد فعالیت میکند. خیلی پسیو دیفیوژن را که گفتیم اینا با اساس چی فعالیت کرد؟ غلظت مواد. یعنی چی مانا؟ از غلظت بلند به غلظت پایین دواد ای طریقه جذب شده میتونن. انتشار ساده را گفته از ضرورت به ناقل و ضرورت به انرژی ندارن. خیلی نه ای تی پی مصرف میکنه و نه کدام کریر را اینا ضرورت داشتن. دیگه گفتن دواهای منحل در شم از این طریق با آسانی عبور میکنند. خب دواهای منحل در شمع که گفتیم از این طریق با آسانی میتونستن که عبور کنن. و دیگه گفتیم به خاطر خاصیت منحل بودن آن در غشای دو طبقه شحمی چرا اینا خوب در عبور میکنن؟ به خاطر از اینکه اینها همین دواهای منحل در شمع در چی بودن؟ قابلیت حل شدن در غشای دو طبقه شحمی داشتن. یعنی در مورد غشای طبقات حجروی شما میفهمین که دو طبقه شحمی یا لیپید بایلیر دارن. دواهایی که منحل در شم باشن این دواها به همی اساس مسیو دیفیوژن چرا خوب تعبیر میکنه؟ به این خاطر که دوا خو منحل در شم است و عمو غشای حجروی که لیپید بایلیر هستن از او اینا خوب تعبیر میکنه. وقتی از او خوب تعبیر کرد، یعنی از جایی که غلظتشون در خارج حجره زیاد بود به طرف داخل که کم است و سریعتر یا خوبتر عبور کرد. از خاطر ما گفتیم دواهای منحل در شمع از طریق خوب عبور کردن. اما در مورد دواهای منحل در آب از طریق چینل ها یا مجراها عبور میکنند. اما دواهای منحل در آب گفتیم که به طریقه هایی که چینل ها یا مثلا فسیلیتید یا کریاری ها یا ناقلین در وجه باشن اینا از اون طریقه ها خوبتر عبور میکنند. دواهای منحل در آب یعنی دواهای منحل در آب از طریقه های دیگه خوبتر عبور میکنن. آب و مواد منحل در آب مانند یوریا، گلیسرول و شحمیات کوچک با اساس غلظت مواد میتونن عبور کنن. خب دیگه گفتیم قابلیت انحلالیت دوا. در مورد قابلیت انحلالیت دوا در شحم گفتیم که این مربوط به ساختمان کیمیاوی دوا و پیچ محیط است. های دیگه در این مورد بعد برالاوه قسمت هایی که غلظت ها گپ زدیم یا مواد شحمی را گفتیم عبور کنن، قابلیت انحلالیت دوا در شحم بر اساس چی بودن؟ ساختمان کیمیاوی دوا و پی ایچشان گفتیم. پی ایچ چی بودن؟ پاور آف هایدروجن، یعنی مربوط. و دیگه هم گفتیم که درجه آینایزشن هم در اینجا رول دارن. آینایزشن چی معنامته؟ که یعنی یک مواد را که ما مثلا به هر موادی که بود، یعنی در یک محلول وقت قرار میگیرن اینا با آین ها تبدیل شون، یعنی زودتر آین ها شون، یعنی زودتر مقدار خود، یعنی آین های همون محلول هر قدر که زیاد شوه ما میگیم این مواد خوبتر آینایزشن است، یعنی با آین ها بیشتر تبدیل میشون. درجه آینایزشن گفتیم نیز درجه چی داشتن؟ رول داشتن. یعنی هر اندازه که دوا بیشتر آینایز باشه، یعنی هر قدر دوا قدرت آین شدن یا پا تبدیل شدن با آین ها را زیاد داشته باشن، اینا به همان اندازه قابلیت انحلالیت آن در آب زیاد و در شم چیمست؟ کمتر بودن. یعنی هر قدر خواهی که دوا قابلیت انحلالیتشان زیاد باشن یا هر قدر دوا زیاد آینایز شوند، در اینجا انحلالیت آنها در آب زیادتر میشه، یعنی در آب خوبتر میشه ولی در شم کم میشه. و برعکس هرگاه آینایز دوا کمتر آینایز شود، در این حالت اونا در شم قابلیت انحلالیتشان خوبتر است اما در آب چی بودن؟ کمتر شدن. یعنی درجه آینایزشن هم در اینجا بسیار رول مهمه را بازی کرد که آینایزشن هرقدر زیاد بود مایعات یا در آب خوبتر حل می شد و هرقدر کم بود در شم خوبتر حل می شدن. خب دیگه در مورد انتقال مواد با واسطه چینل های پروتینی که در مورد چی گپ میزنیم؟ فسیلیتیتی دیفیوژن گپ میزنیم. یعنی همین فسیلیتیتی دیفیوژن یعنی با
کمک چینل پروتین ها میتونن چی شون صورت بگیرن. خب در مورد از این فسیلیتی دیفیوژن شما ببینین که فسیلیتی دیفیوژن گفتیم در این میتود انتقال مواد به اساس پروتین های ناقل صورت میگرفت. خب در این طریق به اساس چی صورت گرفتن؟ پروتین های ناقل صورت میگرفتن. یعنی چی مانامت؟ یعنی مولکول هایی که سایز بزرگ داشته باشن، مولکول هایی که سایز بزرگ داشته باشن از این مسیر میتونن عبور کنن. خب ببینید اینجا مولکول هایی که سایز های بزرگ دارن از این طریق میتونن عبور کنن و این طریق فسیلیتیت دیفیوژن یا کمک با واسطه چینل پروتین ها را گفتیم. اینجا شما سعی میکنید یک چینل پروتین است، مولکول ها هستن، این مولکول ها میتونن از این طریق عبور کنه و به داخل غشای حجروی انتقال شون. یعنی یک کمک کننده یا یک ناقل باید باشه که این مواد انتقال بده. مثلا طریقه قبلی که خواندیم فصل چی بودن، انتشار ساده بود که به اساسش غلظت مواد، مثلا در مواد بیرون غلظت جات بود و داخل عبور میکرد، خصوصا اون که منحل در شمع باشن بسیار به خوبی و سریعتر و بیشتر میتونن انتقال شون. دیگه در مورد انتقال فعال گپ زده بودیم یا اکتیو ترانسپورت گپ زده بودیم. خب اکتیو وقت انتقال فعال گفتیم، اولین گپی که باید ما در نظر داشته باشیم مصرف انرژی و ATP باشن. یعنی در این طریق ما فهمیدیم که خیلی انرژی مصرف میشون. یعنی چی مصرف شده؟ این طریق ATP و ATP وقتی که مصرف میشه، ATP را خب ما میفهمیم که در غشای میتوکاندری های حجرات ATP تولید میشد. یعنی چی شکل بودن؟ EDP مواد میاید در غشای میتوکاندری ها، اینا امرو با یک پی دیگه یعنی یک گروپ فاسفیت یک جای میشه و بالاخره اینا با چی تبدیل شدن؟ با ATP که امید در قسمت خود میتوکاندری ها خود دوتان چی داشتن، غشا داشتن، این هم در قسمت همین کرستال هایشان میتونن صورت بگیرن. یعنی یک قسمت از میتوکاندری ها غشا هایشان پیچ خوردگی ها داره که برای همین کرستال هایت میشد. طریق چهارمشان رو ببینین که اندوسایتوزز و ایگوسایتوزز گفته بودیم که در این میتو تنها مولکول هایی که به صورت استثناء سایز بزرگ داشته باشن، یعنی سایزشون بسیار بزرگتر باشن، از طریقای دیگه اینا نتانن عبور کنن. یعنی بعد از او اینا به خاطر انتقال از این مولکول ها ضرورت است که از کدام طریق استفاده شده؟ از طریقای اندوسایتوزز. یعنی مولکول ها یا ادویجات که سایز های بزرگتر می داشته باشن، بعد از او برای از او یک طریقه انتقال است و طریقه انتقال ما گفتیم به نام چی یاد کردیم؟ به نام اندوسایتوزز یاد کردیم، که اندوسایتوزز که داخل شدن دوا با سایز های بزرگ بود. خیلی این چهار مورد را که بحث کردیم، این چهار مورد همه در مورد ای بودن که دواها چیگونه به داخل بدن جذب می شد، یعنی در مورد پروسه های جذب بودینا. حالا هم ببینین در مورد عوامل مؤثر که بر جذب دوا رول می داشته باشد، اول میبینین جریان خون در سایه تطبیق. اول گپشان در مورد جریان خون است. یعنی هر قدر که جریان خون سایه تطبیق بیشتر باشد، هر قدر که جریان خون بیشتر باشن، جذب هم بیشتر می باشن. مثال گفته، مثلا جذب اما نسبت به میده بیشتر بود. خیلی جذب در اما میفهمیم که جذب بیشتر مواد داخل اما صورت میگیره. پس حال ما همین دلیل فهمیدیم، یعنی هر قدر که جریان خون در یک ناحیه زیاد باشه، امو اندازه جذب مواد هم بیشتر است. مثلا در اما جریان خون زیادتر است یا اویه ها زیادتر بود، پس جذبشان هم نسبت به معده دیگه چی میشن؟ بیشتر میشد. دومشان رو ببینین، دومشان عبارت از وسعت ساحه تطبیق است. وسعت ساحه تطبیق چی است؟ که هر اندازه وسعت ساحه تطبیق بیشتر باشن، یعنی هر قدر امو فضا بیشتر باشن، جذب بیشتر صورت میگرفتن. جذب هم چی شد؟ بیشتر صورت گرفت. خب در این مورد باز مثال اما و معده رو برای ما دادن که در اما اگر یاد شما باشه که خوانده باشین، اما را گفته بودیم که اینا سطح جذب خود نسبت به حالت عادی یعنی نسبت به مطول خود 600 مراتبه زیاد کرده بودن. امیره چطور 600 مراتبه زیاد کرده بودن؟ اینا رو قسم 600 مراتبه زیاد ساخته بودن که دوجا اول چی میشد؟ چین خوردگی ها یا پیدا میشد، چین خوردگی ها پیدا میشد، بعد سطح چین خوردگی ها ویلی ها پیدا میشد، بعد سطح ویلی ها مایکرو ویلی ها پیدا میشد که چین خوردگی ها سه مرتبه سطح جذب زیاد کرد،
ویلی ها 10 مراتب به سطح جذب زیاد کرد و مایکرو ویلی ها 20 مراتب به سطح جذب زیاد کرد. یعنی سطح جذب هدف ما چی است که امو ساحه و فضا را اینا چی ساختن؟ بیشتر ساختن. مثلا ما میتونیم گفته که ویلی ها مثال میتونیم مثلا در یک متر مثال میگیم در یک متر سطح جذب ویلی ها یا میبخشین امو چین خوردگی ها 3 مرتبه زیاد ساخت، یعنی 3 برابر ساخت. بعد از اون ویلی ها را گفتیم ویلی ها 10 مرتبه زیاد ساخت، ای 3 ضرب 10 چند شد؟ 30. قی از یک متر چقدر فضا جور شد یا مسافه یا یک محیط جور شد؟ 30. و بعد سطح ویلی ها و ساختمان دیگه بود مایکرو ویلی ها اونا 20 مرتبه زیاد میساخت. خیلی سیره که ما ضرب 20 کنیم چند میشه؟ 600. یعنی اینا نظر به مثل ساختمان خود سطح جذب سطح خود از یک متر به چقدر تبدیل کردن؟ 600. یعنی اگر تنها طول میداشتن، یعنی این سه ساختمان نمیداشت، در او حالت اینا امو محیطشان برابر یک متر میبود. اما بنابر از این که این داخل خود ساختمان ها داشت، محیط خود برابر و چقدر ساختن؟ ساحه خود 600 برابر ساختن. یعنی که اینا چی شدن؟ سطح جذب خود از یک به چقدر زیاد کردن؟ به 600 زیاد کرد. ولی در میده به این شکل ساختمان ها نیستن، یعنی چین خوردگی ها داره، اما ویلی ها مایکرو ویلی ها در سطح ما نمیتونیم ببینیم. مدت موجودیت دعوا در ساحه تطبیق. خب ببینید مدت موجودیت چی است. هر قدر دعوا در ساحه بیشتر بود، اما اندازه بیشتر جذب میشد. هر قدر دعوا آیسته در مثلا در قسمت باقی بانه یا مثلا جذبشون آیسته صورت بگیرن میباشن، یعنی هر قدر بیشتر هم اونجا باشن جذبشون هم بیشتر صورت میگیرن. خب موجودیت امراض، یعنی امراض هم در اینجا رول می داشته باشن. اسهالات سبب می شون که جذب دوا از طریق دهن خوبتر صورت نگیرن. خب در اینجا بازم گپ چی صورت می گیرن؟ گپ قبلی گفتیم که مدت موجودیت باقی ماندن دوا. یعنی اگر یک کسی اسهال می داشته باشن، برای ازی اگر دوا تجویز می شه، اگر دوا رو می گیره، دوا بیشتر در مقسمت یا در روده ها یا در معده یا در سیستم هضمی بیشتر باقی نمیمانند، یعنی زود اطراح میشن. و وقتی که زود اطراح شد دوا کمتر جذب میشن، یعنی مدت زمانی که باید باقی بانه مدت زمان کمتر باقی میمونه، از اون خاطر اینا هم کمتر جذب شده میتونن. موجودیت سایر مواد در معده، موجودیت سایر مواد در معده، مثلا تطبیق همزمان کلسیم یا شیر جذب دوا رو مختل میشه. در فیزیک که مثلا بعضی دواها رو ما دوبارهش میفهمیم که میگن قبل از غذا بگی بعد از غذا بگی، یعنی ای که بعض مواد در جذب دوا رول دارن. یک مواد میتونه که جذب دوا را کم بسازه، یک مواد میتونه جذب دوا را زیاد بسازه. یعنی ما میتونیم گفته که دواها در چی رول میداشته باشن، میباشن مواد در جذب دواها رول میداشته باشن. دیگه میبینیم میتابولیزم دوا. میتابولیزم چی هست؟ خب ما در مورد قسمت دیگه که میخوانیم در باره چی خواندیم؟ میتابولیزم میخوانیم. حالا اینا هم یکی از اجزای فارماکوکینتیک بودن. میتابولیزم دوا عبارت از تغییرات بیوشیمیکی است که در دوا و دیگر مواد خارجی به وجود می آمدن. خب همه قدر بست میتابولیزم باز در قسمت های یا لکچرهای دیگه میخوانیم میشه.